پادکست سیاسی روز در ایران آزادی، تحلیل مهمترین مسائل روز. به پادکست تفسیر سیاسی روز گوش می دهید. توطئه ترامپ تروریسم حکومتی ایران را وارد چه سراشیبی می سازد؟ جهان دیر متوجه شد که در ایران تروریست ها بر سرنوشت یک ملت حاکمند. روز 24 تیر ماه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و کاندیدای کنونی جمهوری خواهان، در جریان یک کمپین انتخاباتی مورد سوء قصد قرار گرفت. اگرچه سوء قصد کننده بلافاصله توسط نیروهای امنیتی مورد هدف قرار گرفت و جان باخت، اما 7 گلوله‌ای که توسط این جوان آمریکایی شلیک شد، یک پرونده مسکوت مانده را فعال ساخت. تروریسم دولتی ایران. به فاصله یک روز بعد از ترور ترامپ، CNN به نقل از مقام‌های سرویس امنیتی آمریکا از آگاهی نسبت به طرح رژیم ایران برای ترور ترامپ گزارشی منتشر کرد. این گزارش دمیدن در آتشی بود که بلافاصله گر گرفت و پرونده تروریسم رژیم تهران را به صدر گزارش‌ها و تحلیل‌های روز رساند. تشدید دراماتیک جنگ در چنین وضعیتی بود که روزنامه نیویورک تایمز در تاریخ 26 تیر 1403 نوشت: چند مقام روز سه‌شنبه گفتند که آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا یک ترور احتمالی رژیم ایران علیه پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را در هفته‌های قبل از شلیک یک مرد مسلح در آخر هفته گذشته دنبال می‌کردند. اما افزودند که آنها این تهدید را مرتبط با شلیکی که ترامپ را مجروح کرد نمی‌دانند، در حالی که رژیم ایران قبلاً آمریکاییان را هدف قرار داده، اما تلاش برای سوء قصد به پرزیدنت سابق که کاندیدای ریاست جمهوری است یک تشدید دراماتیک خواهد بود که تهدید جنگ بین دو کشور را دارد و لذا مقامات آمریکایی تلاش داشتند مشخص کنند که این خبر صرفاً تمایل بوده یا طرح مشخصی در کار بوده است. بنابراین نیویورک تایمز و مقامات مربوطه هنوز ابا دارند که به صورت صریح بر زبان بیاورند که این مقامات تهران هستند که در خاک آمریکا دنبال شکار دشمنان خود هستند. نیویورک تایمز در این حال اذعان می کند که گزارش ها حاکی از تهدیدات رژیم ایران علیه مقامات دولت ترامپ، نظیر مایک پومپئو وزیر خارجه سابق و جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی، موجب شد که حتی بعد از رفتن آنها از دولت، حفاظت دولتی برای آنها در نظر گرفته شود. پولیتیکو به زبان دیگری همان گزارش نیویورک تایمز را صحیح می گذارد و می نویسد: جامعه اطلاعاتی آمریکا به طور فزاینده‌ای شواهدی دریافت کرده که نشان می‌دهد رژیم ایران به طور فعال در حال برنامه‌ریزی برای کشتن دونالد ترامپ در آستانه انتخابات نوامبر بوده است و مقامات به اطمینان بیشتری درباره نیات رژیم ایران رسیدند. اظهارات مقامات آمریکا در مورد تروریسم دولتی ایران بعد از ترور ترامپ، جان بولتون و مارک اسپر دو تن از مقامات ارشد آمریکایی بودند که همکاران سابق ترامپ بودند و اندر باب نقش رژیم ایران در این اقدامات تروریستی سخن گفتند. جان بولتون در مصاحبه‌ای با CNN درباره توطئه رژیم برای ترور ترامپ گفت: از زمانی که ترامپ به حق قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رژیم ایران را از میان برداشت، رژیم ایران تشنه انتقام از او بوده است. این تهدیدات هم صرفاً پچ‌پچ در شبکه‌های مجازی نبوده، بلکه واقعیت دارند. مارک اسپر، وزیر دفاع سابق، از مقامات دولت ترامپ که به دلیل تهدیدات رژیم ایران تحت امنیت دائمی قرار دارد، در یک کنفرانس امنیتی با اشاره به توطئه خونسا شده علیه بولتون گفت: این اقدامات سالها ادامه دارد و ما باید بهتر از صرفا اقدامات دفاعی عمل کنیم. بنابراین سطح انتظارات در جامعه آمریکا از دولت برای برخورد با رژیم ایران افزایش یافته است. به همین دلیل هم است که رژیم ایران بلافاصله تکذیب کرد. علاوه بر رسانه‌های آمریکایی، تروریسم دولتی ایران مورد توجه رسانه‌های اروپایی نیز قرار گرفت. روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در تاریخ 26 تیر ماه 1403 در مطلبی با عنوان پیمان رژیم ایران با جنایتکاران در اروپا
با اشاره به اسناد به دست آمده توسط دستگاه امنیتی آلمان نوشت رژیم ایران از باندهای تبهکار برای اهداف تروریستی خود استفاده می کند تا هر گونه مسئولیتی را انکار نماید و از عوارض دیپلماتیک آن جلوگیری کند. انفجار تروریستی آمیا. روزنامه فرانسوی لوموند روز 24 تیر ماه با اشاره به توطئه ترور آلخو ویدال کواتراس در اسپانیا نوشت در 9 نوامبر سال گذشته آلخو ویدال کواتراس رهبر سیاسی اسپانیا از یک سوء قصد در روز روشن در مادرید جان سالم به در برد. او بلادرنگ رژیم ایران را متهم کرد. مظنون اصلی مردی از پاریس بزرگ در 6 ژوئن در هلند دستگیر شد. در آمریکای لاتین و آرژانتین نیز در این روزها در سالگرد انفجار تروریستی در بوئنوس آیرس خبرها و موضع‌گیری‌ها درباره تروریسم دولتی ایران در صدر اخبار است. ماکسیمیلیانو فرارو نماینده پارلمان آرژانتین و ماریانا استیلمن نماینده پیشین این پارلمان در مقاله مشترکی در اینفو بوئه 28 تیر 403 در 30 سالگرد انفجار آمیا نوشتند همانطور که شواهد جمع‌آوری شده در پرونده نشان می‌دهد حمله به آمیا یک اقدام تروریستی بود که توسط رژیم ایران سازماندهی و هدایت شد. بدون شک زمان پایان دادن به چند دهه مصونیت از مجازات فرا رسیده است. این میزان تمرکز رسانه‌ها و افکار عمومی جهان نسبت به تروریسم دولتی ایران بعد از توطئه ترور ترامپ بیانگر آن است که در این زمینه نیز وارد دوران دیگری شدیم. رژیم ایران اکنون در نقطه قرار دارد که باید در مقابل هر اقدام مخرب جهانیش پاسخگو باشد. دوران بزن در رو برای سران رژیم ایران پایان یافته است. سیاست مماشات هم دیگر برای چنین یاغیگری هایی که نظم جهانی را به خطر انداخته است پاسخگو نیست. همه چیز حکایت از آن دارد که مقامات رژیم ایران علاوه بر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی که باید برای آن به پای میز محاکمه کشیده شوند پرونده تروریسم دولتی ایران نیز باید همپای جنایت علیه بشریت مورد توجه قرار گیرد.